همینون در برنامه امروز سه شخصیت با ما هستن، سه شخصیت صاحب نظر. آقای ایرج مستاقی عزیز با ما هستن، آقای حسن اعتمادی عزیز و در استودیو آقای سیامک انصاریان که به عرصه خوش آمد میگن. درود بر آقایان. درود بر شما. آقایان خوش آمدید. از فعالان کرد همیانان در کردستان عراق روز 25 سپتامبر همه پرسی میشه و اگر کردها در عراق رأی به استقلال بدن دوباره نقشه خاورمیانه کاملا به هم میریزه. این اتفاق در 100 سال اخیر دو نوبت افتاده، یکی قبل از جنگ و یکی در دوره جنگ اول و بعد از جنگ دوم و حالا بعد از پدید آمدن حکومت‌های تازه در منطقه خلیج فارس و تقسیم بندی ها ما با یک خاورمیانه جدید و صورت مسئله تازه روبرو میشیم. آقای مستاقی درود بر شما. درود بر شما. آقای مستاقی درود در شما جناب بیمودی، همچنین بینندگان و شنوندگان عزیز. امیدوارم حال شما خوب. سفر بودید؟ بله بله بله. امیدوارم خوش گذشته باشه. آقای اعتمادی عزیز درود بر شما. درود جناب بیمودی عزیز، خدمت آقای مستاقی، آقای انصاریان و بینندگان و همکاران شما هم سلام عرض میکنم. خب در آقای سعید انصاری از فعالان کرد هستن، به من بفرمایید روز 25 سپتامبر در کردستان عراق چی رو خواهد داد؟ واقعا چند درصد طرفدار جدایی کردستانه؟ در واقع نمیشه جدایی اسمش رو گذاشت، اعلام استقلاله. اعلام استقلال یعنی حدودا ممکنه 90% 90%؟ بله 100% اعلام در این رای گیری شرکت میکنن با این پشتوانه. یه روزی هم مشخص میکنن که رسما اعلام استقلال میکنن به عنوان یک کشور مستقل و البته رژیم ایران ترکیه مخالفن، کارشکنی میکنن، ولی در عوضش اروپا، آمریکا، روسیه، عربستان سعودی به نمایندگی کشورهای عربی همه موافقن. مهم اینه که مردم کردستان میخوان که کشورشون رو داشته باشن. یعنی به این مرحله از رشد رسیده، نتیجه 100 سال مبارزه است، هزاران شهید، هزاران قربانی، یک چیز نیست که یه شبه اتفاق افتاده باشه و بدون بازگشت حتما، یعنی حتما اتفاق میفته و ما در خاورمیانه کشور جدید خواهیم داشت به نام کردستان و بعد ازش هم صدر چه قطعیه. البته کردها در بعد از سقوط صدام حسین واقعا خوب مدیریت کردن منطقه خودشون رو. نگاه کنید به سرنوشت بقیه عراق، هولناک و وحشتناکه. آقای مستاقی عزیز نظرتون رو میخواستم در ارتباط با موضوع استقلال عراق. بله بله، بالاخره یه اتفاق خیلی مهمی داره میفته. در صورت این موضوعی که در عراق اتفاق میفته قطعا مردم عراق، مردم کردستان و دیگر کسانی که در اون حوزه زندگی میکنن میبایستی در ارتباط با آینده خودشون تصمیم بگیرن و این جزء حقوق شناخته شده اونهاست و عراق یا مردمی که در اون حیطه زندگی میکنن در ارتباط با این موضوع تصمیم میگیرن. در ضمن من به عنوان کسی که زینف نیستم در موضوع عراق و در موضوع کردستان عراق طبیعتاً میبایستی منتظر نتیجه آرا باشم و منتظر تحولاتی که در عراق صورت میگیره. تشکر. آقای اعتمادی عزیز به حال این واقعیت جناب میبودی که در حکومت اقلیم کردستان عراق بعد از سالها به اصطلاح تر موضوع به دست آوردن استقلال خودشون و طبیعتاً حمایتی که از طرف مردم این حکومت در منطقه کردستان عراق صورت میگیره، مسئله رفراندوم انجام خواهد شد به طور یقین، احتمال خیلی بسیار زیاد. اما خب با توجه به مخالفت هایی که از سوی دولت های منطقه مثل ترکیه، ایران و به هر حال سوریه کنونی حتی وجود داره، میتونه حاشیه هایی هم در این زمینه به وجود بیاد و به هر حال امیدوار هستیم با توجه به این بحران شدید جنگی که در منطقه هست، مسئله رفراندوم مردم کردستان عراق بدون درگیری و بدون به اصطلاح در به وجود آوردن مشکلات تازه‌ای هم برای خودشون هم برای سایر مردمان منطقه همراه نشه و ما شاهد به اصطلاح
یک تصمیم گیری اصولی و منطقی از طرف مردم کردستان عراق باشه. تشکر. آقای سعید از سیامک انصاریان دو راه افتادن دوی بعد نصف شب که برنامه برسن، حتما خستن. به من بفرمایید که چند درصد کردهای ایران طرفدار تجزیه هستن؟ نه، کردهای ایران هیچ کنون طرف نرسن. حدودا چند هست؟ میتونیم بگیم 3% هست. 3% داریم. ولی این نیست که واقعا فعال باشن بخوان کاری انجام بدن. اون ایده ها هست، اون مثلا کردستان بزرگ هست، این کشش و جذابیت هست، ولی اینکه به طور عملی برنامه‌ریزی کنن، تشکیلات بسازن، یا حتی وبسایت داشته باشن، بخوان مقاله بنویسن، اعلام نه، همچین چیز به صورت متشکل وجود نداره. ولی خب داشتن یک کشوری کردستان بزرگ ایده است، وجود داره، ولی اینکه به طور عملی کاری براش بکنن نه. اتفاقا اگر کردستان، البته اگر نه، حتما که کردستان را به عنوان کشور مستقل اعلام موجودیت میکنه، اولین نفعش به نفع کشور ماست، ایران. یعنی ایران از طریق کردستان عراق و سوریه، شمال سوریه که در دست کرد هاست، میتونه به دریای مدیترانه راه داشته باشه. اونا مستقل میشن؟ سوریه 100% مستقل میشن، به دریای مدیترانه میتونه راه پیدا کنه، میتونه مدیترانه هم به اروپا راه خیلی کوتاهه. یعنی دیگه ایران کشور ما مجبور نیست که از طریق خلیج فارس افریقا رو دور بزنه نفت بفروشه به اروپا، یا عربستان رو دور بزنه بره به اروپا. یعنی راه یک صدم میشه، یعنی از نظر اقتصادی خیلی خیلی به نفع کشور ماست. یعنی نفت ایران به راحتی از طریق کردستان به اروپا میرسه، میتونه مواد وارد بشه، دیگه لزومی نداره که از ترکیه بیاد. خب آره، ولی به شرطی که روابط خصمانه نباشه. الان اینا قرار بشه اعلام استقلال بکنن، قطعا یکی از مخالفان همین حکومت جمهوری اسلامی است. ایران در موقعیتی نیست که بخواد کاری انجام بده. بخوادم کاری انجام بده، اینقدر در درون خودش مشکل داره، گرفتاری داره، واقعا نمیتونه کار عملی انجام بده. بخوادم عملی انجام بده، مرسان میتونه ببنده، بهتر بذار ببنده، بذار ترکیه هم ببنده، ما راحت‌تر میتونیم از کردستان سوریه به دریای مدیترانه وصل بشیم و از اونجا مواد غذایی از، یعنی الان موقعیت 100 برابر بهتر از قبله. یعنی وقتی ما ادعا میکنیم میخوایم کشور مستقل داشته باشیم، شرایطش آماده است، بخوام مرزها رو ببندن، راحت میتونه در سوریه، این به نفع کردستان سوریه هم هست، یعنی کردهای سوریه میتونن درآمد خوبی داشته از این طریق. یعنی مشکل زیادی نیست. آقای مصداقی عزیز بفرمایید. همونطور که عرض کردم خدمتتون، من تصورم اینه که مشکلاتی که تو جامعه ایران هست یا مسائلی که در جامعه ایران میگذره متفاوت از جامعه عراق هستش و متفاوته، به خاطر اینکه عراق یک کشوری است که در واقع در بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد شده، ما در قبل از جنگ جهانی دوم کشوری به نام عراق یا سوریه یا لبنان یا کویت نداشتیم و عملا این کشورها از ابتدا بر اساس یک سری قراردادهای بین المللی یا منطقه‌ای ایجاد شدن و بر اساس اون این تقسیم بندی ها صورت گرفته. از ابتدا هم مشکل داشتن، از ابتدا هم در واقع این درگیری ها به نوعی وجود داشته، در صورتی که این موضوع در ارتباط با ایران صادق نیست و اینجا یک سابقه چند هزار ساله داره و این کشورها بر اساس این کشور بر اساس قراردادهای بین المللی و بر اساس در واقع زور یا یک تلاشی بر سر میزهای مذاکره به وجود نیامده. به همین دلیل به نظر من اساساً اون چیزی که در ایران میگذره متفاوته، هرچند که مشکلات موجوده به خصوص با رژیم جمهوری اسلامی و تا مادامی که رژیم جمهوری اسلامی هست، مادامی که در واقع دموکراسی در کشور ما نیست، همیشه این احساس مرکز گریزی وجود داره، همیشه این احساس درجه دوم بودن وجود داره که واقعی هم هست، به خاطر اینکه تبعیض هست، این تبعیض مذهبیه، این تبعیض سیاسیه، این تبعیض اقتصادی، همه جور تبعیضی شما میتونید در کردستان ببینید، میتونید در سیستان و بلوچستان ببینید، میتونید در خیلی از نقاط دیگه ایران هم این تبعیضات رو که حالا کم و زیاد میشه رو ببینید. بنابراین این مشکلات در اینجا وجود داره به خاطر حکومت دیکتاتوری که هست، به خاطر در واقع دیکتاتوری مذهبی که هست، دیگه تشدید هم میکنه. ولی که عرض کردم با جامعه عراق یا سوریه کاملا متفاوته. کاملا. من با دوستان ارمنی صحبت می‌کردم، اوایل که تشریف همه آمده بودن به اینجا، کوچ کرده بودن و بعد ارامنه از نقاط مختلف، از جمله از سوریه آمده بودن، از خود ارمنستان آمده بودن،
و ارامنه ایران، خود ارامنه ایران متوجه شده که خیلی متفاوتن با ارامنه بقیه کشورها، در چه این جامعه اونها از یه شکل مستقل به خودش گرفت، نه با هم همخوانی ندارن دیگه، عاداتشون فرق میکنه، رفتارهاشون، خلق و خوشون. در مورد کردها هم همین صادقه، یعنی کردای ایران احتمالا خیلی متفاوت نسبت به نیست ایران، یعنی مردم ایران، من اینجوری حس میکنم اون غرور و بزرگی خودشون در وجود کردها میبینن. وقتی میگن یارو کرد با احساس غرور، یعنی برای ما زیباست، نمیخوام اینا رو از دست بدیم. خب اینا رو ما کجا میتونیم به دست بریم؟ نه این... آفرین آقای اعتمادی عزیز، بفرمایید. به هر حال من همونطور که خدمتتون عرض کردم، مسئله بحرانی بودن خاورمیانه و این جنگ و آشوبی که متاسفانه باز وارد یک مرحله جدیدتری داره میشه با دخالت‌هایی که حکومت اسلامی ایران کرده، به نظر من هر نوع تغییر و تحولی در منطقه بخواد رخ بده امر ساده‌ای نیست و ممکنه اتفاقات غیر قابل پیشبینی هم به هر حال به وقوع بپیونده. در خصوص مسئله موقعیت هموطنان کرد ما در ایران، به هر حال واقعیت اینه که ما دچار تناقضاتی هم هستیم. این درسته که هموطنان کرد ایرانی ما همواره به ایرانی بودن خودشون، به اینکه در چارچوب جغرافیای ایران بتونن با حفظ حقوق خودشون و به دست آوردن حقوق خودشون مانند هزاران سال گذشته باشن و زندگی مسالمت‌آمیز و برابری رو با سایر ساکنین این منطقه داشته باشن تردیدی نیست، اما برای باید بپذیریم که این بحران‌ها و این تبعیضاتی که در منطقه وجود داره، به خصوص در بین گروه‌های قومی و یا جریانات مذهبی، اثرگذار خواهد بود و وجود احزاب سیاسی کرد طبیعتاً با توجه با ارتباطاتی که در منطقه اقلیم کردستان با حکومت اقلیم کردستان دارن و تغییر و تحولاتی که میتونه بیفته، اینها همه تاثیرگذار خواهد بود و من فکر میکنم با توجه به اینکه حکومت اسلامی ایران توانایی پاسخگویی به نیازها و رفع تبعیضات موجود رو نداره، احتمال این هم هست که احیانا اتفاقات دیگری هم بیفته. من این رو میپذیرم و قبول دارم که کردهای ایرانی بیش از هر چیز، همونطور که عرض کردم، ترجیحشون اینه که در ایران همچنان به عنوان شهروندان ایرانی زندگی بکنن، اما خب نقش جریانات سیاسی بدون تأثیر نیست، به خصوص این اتفاقاتی که الان در رابطه با همین گروه داعش حتی افتاد در ایران که اغلب اونها خب کرد بودن و از اون منطقه می آمدن، اینها نشانه های یا جرقه هایی است که باید جامعه سیاسی ایران، اپوزیسیون حکومت اسلامی رو متوجه این حساسیت ها بکنه، توجه بیشتری به موقعیت اقوام ایرانی داشته باشن و از اونها حمایت بیشتری بکنن، به خواستها و مطالبات اونها توجه بکنن، چون که همونطور که عرض کردم رژیم اسلامی ایران، حکومت ایران، حکومت فعلی توجه به این مسائل نداره. به هر حال من امیدوار هستم در ادامه این مسائل ما بتونیم، یعنی هم ما منظورم بیشتر جریانات سیاسی چه کرد و چه غیر کرد ایرانی بتونن به اصطلاح تصمیمات درستی رو در این رابطه بگیرن. تشکر میکنم. دوباره برمیگردیم به همین موضوع، ولی موضوع خیلی مهمی رخ داده همینان، هم دوست دارم با شخصیت های صاحب نظر در میان بگذارم. آقای مصداقی عزیز، ایران تا به حال مدعی بود که کار مستشاری میکنه در سوریه، کنار باطلاق ایستاده. از روز گذشته گفت نه، من میخوام وارد باطلاق، وارد باطلاق جنگ شد به طور رسمی، دیگه جنگ نیابتی نیست، حضور مستقیم و رسمی است. این معناش چیه؟ چه پیامدهایی داره؟ ببینید، از ابتدا هم مشخص بود که نظام جمهوری اسلامی نمیتونه خودش رو بر کنار از آتشی که در منطقه برافروخته نگه داره. شما توجه داشته باشین که اطراف ایران بحرانه، در سوریه بحرانه، در عراق بحرانه، در افغانستان، در یمن بحرانه، در کشورهای حاشیه خلیج فارس بحرانه. چجوری ایران میتونه در کانون این بحران باشه و دامن خودش رو بخواد از اینها برکنار نگه داره؟ امکان پذیر نیست. در هر صورت این وارد این ماجرا میشه، وارد این ماجرا میشد و پیشبینی این مسئله خیلی سخت نبود، به ویژه که میدونید
مشکلاتی که امروز در عراق هست، مشکلاتی که در سوریه هست، بخشش به خاطر تحریکات نظام جمهوری اسلامی است، بخشش به خاطر سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی است که در این کشورها ما با بحران مواجه هستیم و حتما اینها تأثیرش رو کشور ما هم میذاره که تا حالا گذاشتی. سیاست جدید نظام جمهوری اسلامی وارد شدن در جنگ و عملا این مسئله میتونه دودش به چشم مردم ایران بره و این دست سپاه رو باز میکنه، دست نیروهای سرکوبگر رو باز میکنه، میتونه شرایط رو در داخل کشور بسته تر کنه، میتونه شرایط رو بحرانی تر کنه، درست مثل زمانی که جنگ ایران و عراق شروع شد. هرچند ابعاد این جنگ با اون جنگ متفاوته و درگیر شدن نظام جمهوری اسلامی در این جنگ با اون جنگ متفاوته، اما در هر صورت رژیم جمهوری اسلامی وارد یک باطلاقی شده، همونجوری که شما به درستی گفتید. معلوم نیست ته این چه خواهد بود، معلوم نیست که تغییر تحولات آتی چگونه خواهد بود، به خاطر اینکه اسرائیل پیامش رو داره میگیره، عربستان داره میگیره. این موشکی که از ایران فرستاده شده، این تنها سمت سوریه نیست، بلکه این یک هشداری هست، بلکه این نشانه‌ای هست به اسرائیل و عربستان. این رو باید توجه کنیم، حتی برنامه‌های تلویزیونی این رو دارن تاکید میکنن روش و اتفاقا وحید یامین‌پور یکی از مجریان تلویزیون که به جبهه پایداری هم نزدیکه، به نهادهای قدرت و سپاه پاسداران هم نزدیکه، اونجا تاکید کرده در یک در واقع صفحه خودش که این در واقع اینها رو به عنوان پشه معرفی کرده، داعشی ها رو در سوریه، و گفته این مگس های اسرائیلی هم نزدیک همونجا و این میتونه مگس های اسرائیلی هم به قول معروف له بکنه. بنابراین این پیامیست به اسرائیل، میدونید نتانیاهو هم موضع گیری کرده و از اون طرف به عربستان سعودی، یعنی کل منطقه رو داره در هم میپیچونه. البته به نظر من بسیار بسیار مهمه موضع گیری ماها، بسیار بسیار مهمه کسانی که به نوعی دستشون به رسانه ها میرسه و مخاطبینشون. توجه داشته باشید امروز تمام جناح‌های رژیم، حتی دولت روحانی، رفته پشت این عملیات و دارن این رو تایید میکنن و حتی متاسفانه در خارج از کشور میبینیم کسانی که تریبون دارن یا دستشون به تریبون ها میرسه. شما مواضع عطاءالله مهاجرانی رو به عنوان کسی که دستش به رسانه ها میرسه، صبح تا شب تو بی بی سی هستش، میبینید میاد موضع گیری به نظر من جنایتکارانه میکنه و در تایید این عملیات و اینکه این باعث غروره و اینکه این باعث در واقع حق حاکمیت ملی، حق ایران، همین حق و اینها هیچ کدومشون برای امریکا وقتی حمله کرده بود به افغانستان قائل نبودن. شما موضع گیری آقای مسعود بهنود رو ببینید، دوباره به همین شکل در چون هماهنگی عجیبی هم با مهاجرانی دارن. از اون طرف شما خانم نفیسه کوهنورد رو میبینید موضع گیریش رو، کسی که خبرنگار بی بی سی در منطقه است و میگه امریکایی‌ها دشمنان داعش رو میزنن، نظام جمهوری اسلامی داعشی‌ها رو میزنن. شما ببینید یعنی در واقع این به نوعی تهدید میکنن مردمی که در ایران هستن، خبر ندارن، مردم نمیدونن نتایج این در واقع قدرت نمایی های پوشالی چه خواهد بود. میدونیم رژیم جمهوری اسلامی وارد ماجرایی داره میشه، اینا همش قدرت نمایی های پوشالیه و میتونه کشور رو وارد ورطه خطرناکی کنه. وظیفه همه ما هست که هر جوری که میتونیم خطرات این سیاست تحریک آمیز رو به گوش مردممون برسونیم. آقای سیامک انصاری عزیز، شما اخیرا از منطقه آمدید، در عراق بودید، در منطقه کردستان عراق، اقلیم کردستان عراق، فکر میکنید ضریب جنگ رفته بالا؟ جنگ در حمله به ایران؟ بله. ببینید آقای میبودی، این که الان کشور ما به این مرحله رسیده که درگیر یه جنگه، یه شبه اتفاق نیفتاده. من چند سال پیش اینجا اومدم خدمت رو عرض کردم که آمریکا به ایران نیاز داره که بتونه نفت 140 دلار یا 40 دلار بخره، سلاحاشو بفروشه و اون مذهب اسلام خودشو نشون بده، یعنی تحریک جمهوری اسلامی باعث بشه که مذهب خودشو نشون بده. و یه هدف دیگه که داشت آمریکا از وجود جمهوری اسلامی، نابود کردن عراق و
سوریه بود. این دو تا کشور خیلی به ضرر اسرائیل بودن، قدرت نظامی داشتن. امروز دیگه به ایران نیازی نیست، چون آمریکا به اون قدرت اقتصادیش رسیده و سرمایه برای رشد خودش به امنیت احتیاج داره. ایران امنیت جهانی به خطر انداخته و دیگه آمریکا هیچ نیازی به ایران نداره. به این خاطر مجبور ایران عزلش کنه، چه بخواد چه نخواد. الان به این خاطر آقای تیلرسون الان میگه ما رژیم رو تغییر بدیم و جنگ حتمیه، جنگ اتفاق میفته. یعنی این نیست که خودمون رو فریب بدیم. ایران هم میدونه که جنگ حتمیه، میخواد جنگ از خودش دور کنه. به این خاطر وارد جنگ سوریه شد، یعنی جنگ رو میخواد ببره به سوریه، از سوریه جنگ رو هدایت کنه، از اونجا درگیر بشه با آمریکا و به پشتیبانی روسیه بتونه امتیاز بگیره، به پشتیبانی روسیه بتونه آمریکا رو وادار به عقب نشینی کنه. یعنی خودش میدونه جنگ حتمیه. موفق میشه ایران؟ نه، ایران در موقعیتی نیست که موفق بشه، چون از نظر اقتصادی وضعش بده، مردم ناراضیان، ایران رو آماده انفجاره و بدنه سپاه آماده است که به مردم بپیونده، ارتش آماده است که به مردم بپیونده، ولی همه منتظر یه فرصتن. ما در یک چنین شرایطی قرار داریم. وقتی ما یه همچین تحلیل ارائه بدیم از این شرایط، خب آمریکایی‌ها میدونن که رژیم ضعیفه و میخوان دست بالا رو داشته باشن و ضربه نهایی به رژیم بزنن، بگن ما ورش داشتیم. مثل جنگ ایران و عراق که جنگ تموم شده بود ولی آمریکا یه هواپیمای مسافربر ایران رو زد که بگه ما به شما صلح رو تحمیل کردیم. در واقع خود آمریکا باعث شد که جنگ اینقدر ادامه داشته باشه که هم ایران هم عراق از نفس بندازن، سلاح بفروشن. وقتی که دید این دوتا دیگه پولی ندارن، جنگ دیگه فایده نداره، وارد معرکه شد و گفت من باعث این صلح شدم. در واقع خودشون معرکه جنگ میدن. آقای اعتمادی بفهم. آقای مهبادی، من فکر میکنم که سیر تحولات در منطقه خاورمیانه به سرعت در حال پیشرفته. یعنی هر روزی که ما از خواب بلند میشیم، وقتی به اخبار گزارش ها مراجعه میکنیم، میبینیم که اتفاقات جدیدی افتاده. همین مسئله پرتاب 6 موشک از سوی ایران به طرف سوریه به بهانه سرکوب یکی از مقرهای گروه داعش، درسته که بخشن قابل پیشبینی بود، ولی حداقل من بنده نوعی فکر نمی کردم که به تلافی یک عملیات تروریستی که در تهران برگزار شد، حکومت ایران، اون هم با حمایت دولت آقای روحانی، هم طور که خودتونم می دونید، این استش که تایید بکنن که حمله موشکی به سوریه و به سوی مقر داعش به خاطر حفظ امنیت در منطقه است. شما نحوه استدلال حکومت و دولتی رو نگاه بکنید که با پرتاب 6 موشک به یک نقطه به اصطلاح مشخص میگن که ما میخوایم امنیت رو به وجود بیاریم. در نتیجه به نظر میرسه که حکومت اسلامی ایران و جناهای حاکم در اون، چه اصولگراها و چه اصلاح طلبها، تصمیم خودشون رو گرفتن که وارد یک جنگ جدی تمام عیار بشن. من فکر میکنم این تصمیم به دلیل این است که حکومت اسلامی متوجه این شده که دولت جدید امریکا مانند دولت قبلی قصد مماشات و سازش با این رژیم نداره، طرح یک جنگ به سطح یک جنگ جدی رو با حکومت اسلامی ایران داره، در صورتی که حکومت ایران عقب نشینی نکنه و شرایطی که جامعه بین المللی قائل برای ایجاد صلح با این حکومت رو نپذیره. مسئله به اصطلاح پرتاب موشک ها و فعالیت های موشکی، اینا جزء شروطی بود که جامعه جهانی حتی اروپایی ها در این مورد با ایران دچار مشکل بودن و ایران در یک چنین شرایطی یک چنین اقدامی رو انجام میده به بهانه حفظ امنیت. در نتیجه من هم فکر میکنم که سیاست رژیم ایران، سیاست وارد شدن به یک جنگ و دولت هایی که امروز در منطقه هستن، اونها میخوان با این رژیم وضعیت خودشون رو روشن بکنن، چه عربستان و چه اسرائیل. بنابراین من فکر میکنم ما در ماها و هفته های آینده شرایط نگران کننده تری نسبت به وضعیت و سرنوشت کشورمون باید داشته باشیم. تشکر میکنم. آقای مساقی، میگم وقتی اتفاقی میفته، حادثه سیاسی رخ میده، فاجعه ای رخ میده، به جایی که سعی کنید ببینید کی این کار کرد، ببینید پیامدهاش چیه، خود اون پیامدها شما رو به منشأ کار میرسونه. مثل اینکه اون حادثه تروریستی در تهران الان داره معنا پیدا میکنه، یعنی بعد از این حمله موشکی، قبلش معنای زیادی نداشت، همه دنبال این بودن ببینن که کی این کارو کرده چی.
ولی خب خیلی ها میگفتن ببینیم ادامهش چه خواهد بود و قراره به چه واکنشی ختم بشه. واکنشش این موشک اندازی ها بود. فکر میکنید که چقدر این موشک اندازی ها به این دو عملیات تروریستی ربط داشته؟ ببینید از نظر من قطعا عملیات تروریستی در تهران عملیاتی بوده از طرف داعش و نه از طرف نظام جمهوری اسلامی، چون اقتدار نظام جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده. هدف قرار دادن قبر خمینی بسیار بسیار مهمتر از احیانا حمله به هر مکان دیگری در ایران یا هر مکان مذهبی، حتی حرم امام رضا است، به خاطر اینکه هم جنبه ایدئولوژیک داره، هم جنبه سیاسی داره، هم در واقع پیامی است به اینکه خمینی میگفت ما انقلاب رو به همه دنیا صادر میکنیم و حالا میبینیم داعش در تهران. و از طرف دیگه حمله به مجلس شورای اسلامی هم دقیقاً مرکز اقتدار رژیم رو مورد هدف قرار میده، اونجایی که میتونستن یا براش راحت‌تر بود بهش دسترسی پیدا کنن. توجه داشته باشین که بله، این شرایط، این عملیات دقیقاً به نفع جمهوری اسلامی بوده و دقیقاً به نفع جناح خامنه‌ای منظورم و به سپاه پاسداران، نهادهای قدرت و جناح‌هایی که به دنبال ایجاد بحران هستند در منطقه و به خاطر شکستی هم که در انتخابات خورده بودن یک مائده آسمانی است براشون. ولی لزومی نیست که اینا خودشون کردن. بله، همین استدلال شما میتونید در ارتباط با 11 سپتامبر بکنید، همین استدلال رو میتونید در فرو ریختن برج‌های دوقلو بکنید و بگید بله دیدید به جاش در ازای اون اینها حمله کردن برای تغییر نقشه منطقه، لشکرکشی به افغانستان و بعد به عراق، حضور در منطقه، دو تا جنگ، فروش اسلحه و همه اون چیزهایی که ما شاهد نازنشیم. در صورت که این گونه نبود، اما خود 11 سپتامبر شرایطی رو به وجود آورد که جورج بوش و نئوکان‌ها از اون استفاده کردن برای اون خطی که داشتن، یعنی یه مائده آسمانی بود برای نئوکان‌ها و اونها از این شرایط استفاده کردن. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم هر اتفاقی که میفته اونایی که منتظرن نخوان سیاست خودشون رو پیش ببرن، بنابراین از این شرایط استفاده کن. درست مثل جنگ ایران و عراق. جنگ ایران و عراق هم خب معلومه عراق شروع کننده جنگ، البته تحریکات رژیم جمهوری اسلامی بود از ابتدای به قدرت رسیدنش و البته اینها سهیم بودن در شروع جنگ و البته اینها مسئول بودن و حتی بعدها آیت الله منتظری و خود رفسنجانی هم روی این مسئله تاکید کردن. رفسنجانی گفت اگه تجربه همونو داشتیم با جنگ نمی‌رفتیم. این رو ببینید، باید توجه کنیم. اما رژیم جمهوری اسلامی از جنگ استفاده کرد برای سرکوب نیروها. همونجوری که خمینی گفت جنگ نعمت الهی بود، جنگ براشون نعمت بود، الان هم همین گونه است. اما توجه کنید، از نظر من دولت امریکا به دنبال جنگ نیست. این رو تیلرسون هم میگه، وقتی میگه ما خواهان تغییر مسالمت‌آمیز از درون هستیم، این نشون میده که اینها به دنبال جنگ نیستن. چرا نیستن؟ ببینید، به خاطر اینکه در واقع اینها الان دو تا مشکل دارن، مشکل عراق هست، مشکل افغانستان هست و این دوتا رو نتونستن حل بکنن. در برای خود نیروهای امریکایی هم باطلاق شده. ایران به مراتب سخت داره. مسئله سرنگون کردن رژیم جمهوری اسلامی نیست، به سادگی این کار صورت میتونه بگیره. چند تا ناو امریکایی میتونن ایران رو به دهه ها و صده ها قبل عقب ببرن. منتهای مطلب بحث نظامی نیست، بحث اینه که بعدش چی. الان شما نگاه کنید باب المندب در پایین، نگاه کنید نقشه رو، باب المندب امن نیست. اگر خلیج فارس هم امن نباشه، کشتیرانی در خلیج فارس به مخاطره میفته و بعد رفتن به اروپا مشکل میشه، رفتن به اقیانوس هند مشکل میشه. بنابراین اونها همه این موارد رو باید در نظر بگیرن. لزوما از بین رفتن حکومت در ایران در منافع اونها رو تأمین نمیکنه. قطعا اگر میکرد این کار رو میکردن. من فکر میکنم که مثل سالهای گذشته، من در طول حتی 12 سال گذشتم تأکید مؤکد داشتم، بارها مقاله نوشتم، خط دولت امریکا جنگ نیست. رژیم جمهوری اسلامی هم خواهان یک جنگ تمام عیار نیست. خامنه ای این رو میدونه، به خاطر همین وقتی که شرایط سخت میشه کوتاه میان، عقب نشینی میکنن، بلکه اونها خواهان درگیری هن. خواهان ایجاد بحران هن. مثلا امریکا یه پایگاه اینا رو بزنه، 10 تا پایگاهشون رو بزنه، یا مثلا حمله بکنه به جای نفتی، مثلا 10 تا جای نفتی رو بزنه.
اینا خواهان یه همچین چیزی هست و بعد بتونن در سایه اون سیاست های توسعه طلبانه خودش رو در منطقه یا بحران آفرینیش رو در منطقه پیش ببرن یا از اون طرف در داخل کشور سرکوب رو بالا ببرن، شرایط رو سخت بکنن. من فکر میکنم رژیم به خصوص با وضعیتی که خامنه‌ای داره، به خصوص با وضعیت بحران جانشینی که داره، به خصوص با توجه به اون چی که در منطقه بود به عنوان بهار عربی مطرح شد و تشنج هایی که در منطقه بود، من فکر نمی کنم که اینها به دنبال این باشن. کما اینکه آقای حسن روحانی هم وقتی که همین چند وقت پیش توضیح داد چگونه مانع اقدام تلافی جویانه در ارتباط با کشتن دیپلمات‌های ایرانی در افغانستان شده، نشون میده که اشاره میکنه به اون چی که پشت پرده میگذره و گاه تلاش هایی که صورت میگذره. تشکر میکنم. تشکر. خب دوستان، باید از بازداشت عبور بکنیم. خیلی اسباب تأثیری که در تاریخ دیپلماسی ایران از زمان صفویه واقعا وقتی مرور میکنیم هیچ وقت این همه ما درمانده نبودیم، این همه در اطراف اون دشمن نداشتیم. حتی در دوره‌ای که خلافت عثمانی بوده، در دوره خلافت عثمانی هم علاوه بر همه اختلافات باز ما یه دوره‌هایی داشتیم توش دوستی بوده، صمیمیت بوده، مهر بوده. به هر حال زبان فارسی در اون دوره درخشش فوق‌العاده‌ای پیدا میکنه، نشون میده که زبان واسطه خوبی بوده در مناسبات روابط دو ملت یا دو حکومت. تا میرسیم به این دوره که این وزارت خارجه تبدیل شده به یک دستگاه سازمان ستربند نازا و همه اختیاراتش در اختیار جناهایی در سپاه پاسداران که اونا در واقع تعیین تکلیف میکنن و سرنوشت سازن. برمیگردیم برنامه رو پی میگیریم. برنامه مهمیست. آقای سیامک انصاریان با ما هستند از فعالان کرد ایران، آقای دکتر آقای ایرج مستاقی عزیز با ما هستن، آقای حسن اعتمادی در سه کشور مختلف. بحث درباره اتفاقاتی که در منطقه ما افتاده، سرنوشت ایران رو به من بفرمایید که چند درصدی از کردها به داعش گرایش داره؟ اصلا مسئله درصد نیست آقای مهبودی، اصلا هیچ تمایل نگاهی ندارن. اولا کردها یه ملت سکولارن، ریشه زرتشتی دارن، یعنی اصلا دین اگه در چارچوب مسائل انسانی و اخلاقی نباشه قبولش نمیکنن. بعد مسئله اسلام هم بعدها قبول کردن، یعنی مسئله عراق حمله کردن شکست خوردن، مذهب قبول کردن، باش کنار اومدن. ولی اینکه بگم کردها مذهبیان، نه، کردها سکولارن، کردها به فرهنگشون خیلی اعتماد. تو چه ادینو قبول داری که این گروه که عملیات تروریستی انجام داده کرد و داعشی بوده؟ قبول داری داعش بودن؟ حتما احتمال زیادم کرد بودن، ولی کرد بودن به نظر من در چارچوب اخلاق و انسانیت تعریف میشه. هر کی اومد بگه من کردم و یه خطایی کرد، خب کردها رو، داعشی‌ها رو کردها در هم شکوندن، در کوبانی، زنان کوبانی در کردستان را، حالا چند نفر به اسم داعشی، چند نفر داعشی به اسم کرد، بعد رژیم ایران میاد میخواد از این موقعیت استفاده کنه، سوء استفاده کنه. یعنی الان جریانات کرد در کردستان ایران علیه رژیم هم به طور خصمانه، خب این میخواد جفسازی کنه علیه اینا برای سرکوب، برای اینکه بتونه کردستان رو ملیتاریزه کنه. از این تمام این به خاطر تمام این مسائل، یعنی که بگی کردها تمایلی به همچین چیزی وجود نداره تو کردستان. آقای مستاقی، خب خیلی از گروه های سیاسی در خارج از کشور در پی ایجاد یه بدیل هستن. خیلی هم معتقدن که از هموطنان ما در داخل ایران کاری بر نمیاد، از اپوزیسیون در داخل دائما زیر سرکوبه، زیر تیغ سرکوب. شما معتقدید که برعکس کاری اگر قرار انجام بشه وسیله اون 80 میلیون نفر در داخل ایرانه. این بحث های برانگیخته، ممکنه یه بار دیگه در این زمینه توضیح بدی؟ بله، من یه تذکر کوچیکم بدم، توضیح میکنم لازمه. ببینید نیرویی که حمله کردن داعشی ها، این کورد هایی که به داعش گرویدن، اونا در واقع به نوعی من میتونم بگم دست پرورده نظام جمهوری اسلامی هستن. نظام جمهوری اسلامی از ابتدا تلاش کرد یک نیروی مسلمان
و در میان سنی ها ایجاد بکنه. از ابتدا سال 58 ببینید جریان مفتیزاده است، بعد جریان مفتیزاده رو سرکوب کردن، مفتیزاده دستگیر شد، با خود ما تو زندان قزلزار در بند کناری ما بود، اونجا هم اذیت و آزارش کردن. و بعد میدونید که اومدن جلوتر پیشمرگان مسلمان کرد رو درست کردن و مسائلی که خب همه شاهد و ناظرش هستیم. و بعد در یک پروسه دیگه میدونید خیلی از رهبران سنی ها رو ترور کردن در کردستان در دوران قتل‌های زنجیره‌ای، مثل ماموستا ربیعی و خیلی از در واقع کسانی که در کردستان دارای وجه و پایگاهی بودن. بعدها ملاحظه میکنید که به خصوص بعد از جنگ اخیر، حمله امریکا، اینها سرمایه گذاری زیادی کردن برای ایجاد نیروهای کرد تکفیری یا سلفی. اینا رژیم چرا؟ چون به درستی آقای حضاریان تاکید کردن که کردستان اینا سکولارن، بیشتر مردم، حتی اونایی که در واقع میتونم بگم اگه بگیم چپ نیستن سکولارن، ولی خب خیلی هاشون گرایش به چپ داشتن یا به سکولار بودن، ملی بودن و گرایشات مذهبی به اون ترتیب ندارن، به خصوص گرایشات تکفیری یا سلفی یا داعشی که ملاحظه میکنید. اینا رو رژیم جمهوری اسلامی دستشون رو باز گذاشت به خصوص به خاطر اینکه بتونه سرکوب بکنن اون بخش از نیروهای ملی رو، چپ رو، چه در ایران چه در کردستان عراق. و میدونید مثل درست مثل القاعده ببینید طالبان، القاعده اینا رو امریکا درست کرد، اینا رو در واقع خود غرب به خاطر درست کرد برای مقابله با روسیه، ولی بعد که اتحاد جماهیر شوروی، بعد که اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان رفت بیرون، اینا بیکار آتل باطل موندن و بعد اینا شدن چی؟ عامل 11 سپتامبر، عامل بسیاری از جنایاتی که می‌بینیم در دنیا. همین اتفاق در جمهوری ایران هم افتاده و امروز ما شاهد و ناظرشیم. اینا سیاستی که گرگ توی حیات خلوتتون پرورش بدید، حتما بعدا بچه‌هاتون هم می‌خونه. ببینید من تصورم اینه که جامعه ایران یه جامعه پویای تغییر و تحولات از درون جامعه باید باشه. در کشورهای دیگه هم بوده، ما ملاحظه میکنیم که در زمان قبل هم این تغییر و تحولات از داخل ایرانه نه از بیرون. من چون تجربه خودم زندگی در خارج از کشور رو در قبل از انقلاب هم دارم، نیروهای کنفدراسیون، نیروهایی که در خارج از کشور بودن، همیشه خودشون رو به نوعی به عنوان پشتیبان یا به عنوان حامی اون مبارزه‌ای که در داخل کشور جریان داشت قلمداد می‌کردن. اینکه و الان هم امروز شما ملاحظه می‌کنید در خارج از کشورم ما شور و هیجانی رو که می‌بینیم درست در دو مقطعه، یکی بعد 78 یکی بعد 88، و اینها به نظر من باعث میشه که تحرکات مردم در داخل کشور خارج از کشور رو هم به جنب و جوش بیاندازیم. البته این نافی این نیست که ما تلاش خودمون رو نکنیم، این نافی این نیست که ما نقش مهمی میتونیم داشته باشیم در آگاهی رسانی، در بسیج مردم، در نشون دادن راه از چاه، در انتقال تجربه، اینا بسیار بسیار به نظر من مهمه. ولی اون چی که اصله ببینید باید در داخل کشور باشه و از اونجا بجوشه. ما هم به عنوان کاتالیزور، ما هم به عنوان کسانی که میتونیم کمک کنیم و میتونیم هدایت کنیم، سمت و سو بدیم در جاهایی اگر لازم شد، میتونیم این رو در واقع عمل کنیم. ولی من تصور نمی کنم که در خارج از کشور نقش تعیین کننده داشته باشه. تشکر آقای اعتمادی. جای آقای نوری علام خالی ها. نوری علام خیلی این بحث رو دوست داره. بفرمایید. بله. ببینید من میخوام از این مثالی که جناب مستاقی زدن حرکت کنم، یعنی اشاره کردن که در دوران رژیم گذشته کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج از کشور به عنوان یک جریان به اصطلاح پشتیبان بود، پشتیبان از مبارزات داخل ایران، و این کاملا درسته. در دوران رژیم گذشته به خصوص از سالهای 49 به بعد دو سازمان سیاسی چریکی در ایران به وجود اومده بود، سازمان فدایان خلق و سازمان مجاهدین خلق. اونها شروع کرده بودند به فعالیت سیاسی در کشور با هدف سرنگون کردن رژیم گذشته، و بر اساس تحلیل های درست و غلط آن زمان این فعالیت خودشون رو پیش می بردن و به طور روزانه با اخبار و گزارش هایی که از ایران می رسید، ایرانیانی که در خارج کشور در تشکیلاتی به نام کنفدراسیون عضو بودند
به این امید که اون سازمان ها دارن مبارزه میکنن و ما باید از اونا حمایت بکنیم. اما حکومت اسلامی ایران برخلاف رژیم گذشته تمام مخالفین رو بدون استثنا سرکوب میکنه، به زندان میاندازه، اعدام میکنه و جناب مصداقی یکی از شاهدین این واقعه و قربانیان این قضیه هستن. به واقع در این دو رژیم رو ما به هیچ عنوان نمیتونیم با هم مقایسه بکنیم. البته این من در حاشیه گفتم، چرا که همون زمان رژیم گذشته بعضی از اعضای این سازمان‌های چریکی رو هم که عملیات نظامی بر علی اون انجام داده بودن رو میبخشید و بعد از این مدتی که در زندان نگه می‌داشت آزاد می‌کرد. ولی و به همین خاطر اونا وقتی از زندان میومدن بیرون بازم میپیوستن به اون دو تا سازمان و در نتیجه به نوعی میشه گفت حداقل تا سال‌های 1355 این دو سازمان فعالیت علنی داشتن و کنفدراسیون همون نقش رو بازی میکرد. اما امروز ما شاهد هستیم علی‌رغم اینکه عناصر آگاه، روشن فکر و مبارزی که در ایران حضور دارن، هیچ کدام اینها به هیچ عنوان قادر نیستن که تشکیلاتی رو به وجود بیارن که این تشکیلات بتونه ارتباط با مردم برقرار بکنه و بتونه زمینه رو برای تحولات اساسی در ایران ایجاد بکنه. وقتی ما صحبت از تحولات در درون جامعه میکنیم بر اساس به اصطلاح جمعیت 80 میلیونی، این جمعیت 80 میلیونی خود به خود به حرکت در نمیاد، در هیچ کجای دنیا به حرکت در نمیاد. باید یه تشکیلاتی باشه که بتونه با جلب اعتماد و ایجاد امید در دل این جمعیت میلیونی اونها رو به عرصه مبارزه رو در رو با حاکمین وقت بکشونه و شرایط رو برای یک تحول اساسی و بنیادی ایجاد بکنه. بنابراین از اونجایی که در ایران یک چنین شرایطی وجود نداره و از اونجایی که بسیاری از چهره های سیاسی، فعالان سیاسی و شخصیت های سیاسی در خارج از کشور وجود دارن، به نظر من تنها رایی که امکان پذیره، حالا حداقل من این نکته رو اضافه بکنم حرفم تموم بکنم، من بین داخل و خارج زیاد مرزی رو قائل نیستم و من فکر میکنم همه ما در ارتباط با همین کنگره‌های سالانه که سکولار دموکرات‌های ایران می‌ذارن، شما نگاه کنید آقای امیر انتظام بهش پیام میده و بسیار از فعالان سیاسی داخل کشور در ارتباط با این به اصطلاح حرکت‌های خارج از کشور هستند. آقای دکتر ملکی عزیز صریحا اعلام میکنه ما در داخل ایران قادر نیستیم کاری بکنیم. شما که در خارج از کشور هستید همتی بکنید، کاری بکنید تا این وضعیت عوض بشه. بنابراین من معتقدم که وضعیت مخالفین در خارج از کشور به مراتب بهتر از وضعیت فعالان سیاسی در داخل ایرانه و اونها قادرن با ایجاد یک نیروی آلترناتیو، یک تشکیلات از همین خارج از کشور شرایط رو برای تحولات اساسی در ایران ایجاد کنه. تشکر میکنم. یه حرفی هم لیلین میزنه به نظرم جالبه که یه عنصر داخلی سرنوشت ساز عنصر خارجی میتونه عنصر داخلی رو پشتیبان کنه، ولی سرنوشت ساز نیست، تعیین کننده نیست. یه حرف لنین دیگه. آقای شما نظرتون چیه؟ آقای سیامک انصاری حرف لنین شروع کنم در جواب آقای اعتمادی. لنین میگه اگه زمین برای انقلاب در یک جامعه فراهم بشه، در یک میدان فوتبال هم میشه جرقه انقلاب رو زد. ما نمونهش در تونس و مصر دیدیم. یعنی لزومی نداره حتما یه تشکیلات قوی باشه. ولی در مورد خارج از کشور ما به عنوان ایرانی چرا نمیتونیم متحد بشیم؟ مثلا اینجا چرا نمیتونیم؟ چند مسئله هست. اول ما باید بگیم ایرانی کیه، یه تعریف مشخص از ایرانی بودن داشته باشیم. ما یه ده هست که میگن ایرانی، اقوام ایرانی و حقشون رو میدیم، ولی تعریف مشخص باید این باشه: ایران ترکیبی است از ملیت‌های مختلف که در کنار هم داوطلبانه زندگی میکنن و کشور ایران رو پدید میارن. وقتی هم میگیم داوطلبانه زندگی میکنن، دیگه اون شعار حفظ تمامیت ارضی دیگه معنی نداره. این شعار حفظ تمامیت ارضی شعاری که مرحوم رضا شاه به توصیه داور که از اروپا اومده بود رواجش داد که برای که بتونه وضعیت رو کنترل کنه. این شعار حفظ تمامیت ارضی یعنی یک کشور، یک ملت، یک زبان. ما یک کشور داریم ولی یک ملت و یک زبان نداریم. ایران ترکیبی از ملیت‌های مختلف و زبان‌های مختلف که در کنار هم داوطلبانه زندگی می‌کنند. هیچ کسی حق نداره لشکرکشی کنه به کردستان یا آذربایجان یا خوزستان، امثال مثل خلخالی و تیمسان مدنی و یا
یا 21 آذر که بگه شما در چارچوب ایران باید زندگی کنید و هیچ ما این مسئله نداریم. زندگی داوطلبانه وقتی ما به اینجا رسیدیم بعد میتونیم بحث جدی‌تر رو شروع کنیم. بعد مسئله این که ما خب نه تو اینجا رو داشته باشی تو اینجا رو. آقای مستاقی بفرمایید. ببینید من با بخشی از صحبت‌های آقای اعتمادی مخالفتی ندارم، ولی بس ببینید باید این رو بهش توجه بکنیم. ما در همون دهه 40 اصلا قبل از به وجود آمدن سازمان مجاهدین یا سازمان فدایان خلق هم ملاحظه می‌کنید ما سازمان انقلابی رو در خارج از کشور داریم که پاچ‌هاش میرن در نمیدونم چین، میرن در کوبا برای آموزش نظامی و برای اینکه برگردن به ایران و مبارزه رو در ایران ادامه بدن. یعنی حتی قبل از این که سازمان‌ها در ایران هم به وجود بیان از خارج به فکر این بودن که تشکیلاتی ایجاد کنن برای داخل کشور. برای این رو باید توجه کنیم امروز شرایط کاملا تفاوت کرده با قبل. ما در جامعه قبل جامعه سیاسی نداشتیم به اون شکل، مردم زندگی خودشون رو میکردن، یک دیکتاتوری یا یک استبداد کلاسیک وجود داشت، دیکتاتوری کلاسیک بود، کاری هم به زندگی مردم نداشت، کافی بود شما با رژیم شاه درگیر نشید، مخالفتی نداشته باشید، هر کاری میخواید بکنید بکنید. اما امروز این گونه نیست، ما تو جامعه زندگی میکنیم که جامعه سیاسیه. شما ببینید از زنان ایران رو نگاه کنید، همین که خواسته هاشون رو مطرح میکنن، حکی برای خواسته هاشون مبارزه میکنن، جامعه سیاسیه. وقتی برای موسیقی دارن مبارزه میکنن، وقتی برای رفتن به استادیوم مبارزه میکنن، موسیقی زیرزمینی رو میبینید، دختر پسری که دست هم دیگر رو میگیرن، این جامعه سیاسیه و اینا مطالباته. در یه نقطه در یک جا اینا میتونه از یک شکافی بیرون بزنه و میتونه سیاسی بشه و میتونه جنبش 88 ایجاد کنه. نگاه کنید به جنبش 88 کیا بودن، چه اخشاری بودن، چه تیپ آدمایی بودن. اینا دوباره هم میتونن در یک جا وارد بشن. شرایط رو ما نمیدونیم به چه شکل پیش خواهد رفت. حتما در قبل از سال 88، قبل از اون انتخابات، هیچ کدوم از ما پیشبینی نمیکردیم که یه تقلب انتخاباتی یا یک تغییر آرا نتیجهش بشه جنبش چند ماهه که ما اصلا سابقه شده نشدیم. من تجربه 30 خرداد دارم، امروز 30 خرداده، من در 30 خرداد شرکت داشتم، من در تمام تحولات در سال 60 که به خصوص مهمترین سال تاریخ معاصر ایران هستش، من حضور جدی داشتم، در صحنه بودم، میدیدم در 30 خرداد صدها هزار نفر آدم تو خیابون بودن و در طرفه‌العین با یه رگباری که از اطراف و از بالای کمیته فردوسی بستن به مردم، ببینید مثل یک بارش بهاری همه چی تموم شد و در 30 خرداد میدیدم، من در چند دقیقه دیدم همه چی از بین رفت. اینو ببینید، ولیکن علارغم جانفشانی های ما، علارغم تلاش وافعی کردید، ولی نتونستیم. حتی در شهریور و مرز تلاش کردیم برای تظاهرات، ولی نتونستیم. جانهای زیادی رو هم تقدیم شد، ولی نشد. میخوام اینو بگم که امروز جامعه ایران متفاوت از جامعه بله دوران شاهی و رژیم جمهوری اسلامی کاملا متفاوته. من کاملا موافقم با آقای اعتمادی و اینا اساسا مثل هم نیستن، ولی دو تا جامعه هم مثل هم نیستن. به همین خاطر من تاکید میکنم که بایستی اون چی که هست در داخل کشور حتما به یه شکلی بیرون میزنه و بعد ما حتما بایستی به وظیفه خودمون عمل کنیم. آقای اعتمادی، واقعا موضوع تمامیت ارضی یک مسئله است که به جامعه ایران از زمان رضا شاه تلقین شده بود و حالا باید حس بشه برای اینکه این ملیت هایی که آقای سیامک انصاریان بهش اشاره کردن بتونن با هم کنار بیان. ببینید آقای میبودی، یه جمله آقای انصاریان الان مطرح کردن، بیان فرمودن که خب به نظر من خود این بحث انگیزه. ایشون فرمودن هیچ کس حق نداره به شما بگه باید در چارچوب ایران زندگی کنید. البته من امیدوارم اشتباهی لپی باشه. ببینید از طرف دیگه در فرمایشاتشون فرمودن که مشخص کنیم کی ایرانیه. خب معلومه همه ما ایرانی هستیم، تمام کسانی که در این جغرافیای موجود زندگی میکنن، سخت نظر از اینکه تو کدوم از منطقه این جغرافیا زندگی میکنن، شما وقتی به پاسپورت ها و شناسنامه‌شون نگاه میکنید، همه اونا ملیتشون ایرانیه. در قوانین بین المللی، در سازمان ملل هم همه ما رو ایرانی میدونن، چه از بلوچستان اومده باشیم، چه از کردستان، چه از مازندران و گیلان و خراسان و تهران و اصفهان. بنابراین مسئله تمامیت ارض ایران یک مسئله حقوقی و قانونی است، صرف نظر از اینکه از لحاظ تاریخی هم این کشور علیرغم اینکه در دورهای مختلف دچار آسیب‌های بسیار شده و صدمات بسیار دیده، ولی امروز همه ما به عنوان کسانی که ایرانی هستیم
این محدوده رو به عنوان کشور خودمون و سرزمین خودمون میدونیم. بنابراین من فکر نمی کنم ماها باید در خصوص مسئله طرح حفظ تمامیت ارضی از خودمون حساسیت نشون بدیم و این حساسیت و واکنش های منفیه که گاهی وقتا ما رو دوچار مشکل میکنه، به منظورم بین جریانات سیاسی مختلف. در نتیجه من فکر میکنم این نکاتیش که به اصطلاح به نظرم خیلی خیلی مهمه که امیدوارم در فرصت‌های بعدی هم بیشتر بتونیم بپردازیم. من وقت خواستم یه نکته بگم. ببینید در نکته‌ای که جناب مصداقی عزیز اشاره کردن در خصوص اهمیت مسئله به اصطلاح رهبری در درون ایران، هیچ کس تردید نداره. من خاطرم از در تابستان 88 بنده و آقای مصداقی هر دو با هم در همین شهر استکهلم تو این تظاهرات که در پشتیبانی از اعتراضات هموطنان مصر مسئله نتایج انتخابات بود با هم شرکت میکردیم. نه من آقای مصداقی، بلکه همه ایرانی ها اونجا بودیم و همه ما از طرح هر نوع مطالبه همیشه حمایت کردیم. ما از اینکه زنها ایران میخوان برن وارد استادیوم بشن اونجا حضور داشته باشن ازشون حمایت میکنیم، از اینکه بخوان روسری سفید بپوشن ازشون حمایت میکنیم، هر مطالبه ای رو داشته باشن. اما یک نکته خیلی مهم وجود داره که رفتن اینکه زنان ما موفق بشن برن تو استادیوم، اینکه زنان ما موفق بشن روسریشون رو بیاندازن عقب، اینکه هر مطالبه‌ای در این حد بخواد متحقق بشه که هیچ بعیدم نیست حتی این حکومت اسلامی هم باش به طور ضمنی موافقت بکنه، این به معنای تحولات بنیادی و اساسی در جامعه نیست. یعنی تا زمانی که حکومت اسلامی ایران هست این مصیبت ها، این مشکلات و معضلاتی که ما باش روبرو هستیم و به نظر من روز به روز در تمام عرصه به خصوص در عرصه اقتصاد شدت و بحران بیشتر پیدا خواهد کرد، بر سر جاش باقی میمونه. صحبت ما بر سر اینه که چگونه ما میتونیم بنیاد و اساس تمام این معضلات که حکومت اسلامی ایران هست رو ریشه‌کن بکنیم. بس بر سر اینه که برای ریشه‌کن کردن این نظام ما احتیاج به سازماندهی داریم، احتیاج به این نیروی آلترناتیو داریم. حالا صحبت بر سر اینه این نیروی آلترناتیو رو ما میتونیم در خارج درستش بکنیم، شرایط بهتره با کمک همون هموطنانمون مبارزین سیاسی در داخل کشور و با کمک هم دیگه، یا اینکه در داخل ایران. آقای الان چند جناح داریم توی تشکیلات سیاسی کرد، هموطنان کردمون و چه گرایشاتی دارن؟ همه مسئله ملی براشون مهمه، البته جنایتی هم هستن که کارگری هست. اجازه بدید در جواب آقای اعتمادی، ایشون گفتن کردام ایرانی هست، اگه ما ایرانی هستیم پس چرا هیچ کاریم تو کشور خودمون؟ هیچ کاریم یعنی اصلا یه دونه شهردار کردام نداریم، همه کار غیر کردها هستن. اگه ما همه ایرانی هستیم چرا نمیتونیم به زبان خودمون بخونیم؟ یه مجله نداریم، یه رادیو نداریم، نمیدونم. ما میخواییم واقعا به حل مسئله برسیم یا میخواییم اون چیزی که خودمون تو ذهنمون رو باش بزرگ شدیم دوباره ترویج کنیم. من آقای میمونی، همونقدر که ما تزیه طلب کور داریم 2-3%، 2-3% هم نجات پرست فارس داریم، اونا فکر میکنن ایران مال فارس هست، اونا هستن که باید تصمیم بگیرن. نه، این خبر نیست. ایران متعلق به تک تک کسانی که در اون سرزمین زندگی میکنن، ولی هنوزم این دوستان نجات پرست ما فکر کنن نه، ایران مال فارس هست، دیگران اقوام ایرانی هن، حق دارن به زبان خودشون بخونن. شما کی هست که بخواد به ما حق بدید؟ این سرزمین مال همه است، هر چی هست مال همه است، اگر هم نیست مال هیچ کسی است. این نیست که مال یه عده باشه یه عده هم ایچکاره باشه. به قول شما آقا میبودی قرار نیست در آینده ایران کسی مبصر باشه، همه با هم این سرزمین میسازیم و از این سرزمین محباتش استفاده میکنیم. اگر یک چیم نگاهی نداشته باشیم هیچ وقت نمیتونیم با هم متحد بشیم. تشکر میکنم. این واژه مبصر از کجا بودیم؟ مال سالها پیش بود. شما گفتید. تشکر. من حرفای خوبی هم گردیم. همینان هم شما میتونید در این بحث ما شرکت بکنید. فقط تمنا میکنم کوتاه و مفید و مختصر پرسش هایی دارید میتونید با دوستان صاحب نظر ما در میان بگذارید. واقعا باید فکری کرد به حال مملکت و ایران. مسئله بقای ایران و ماندگاری ایران در تاریخ مطرحه. این خیلی مهمه. ماندگاری ایران در تاریخ. ما بر سر دورایی هستیم یا موفق میشیم تاریخ رو در ایران رو در تاریخ نگه میداریم، یا متاسفانه همه سرش را از دست ما بیرون میره، ما تبدیل میشیم به یک به ملتی که ناچار شده روزی با جغرافیای خودش خداحافظی کنه. یعنی که تمامیت ارضی یعنی خطوط جغرافیایی که تعیین شده برای نشان دادن
حق حاکمیت یک ملت یا مردمانی که اون سرزمین زندگی میکنن، حق حاکمیتش، حق فرهنگیش میتونه خیلی گسترده تر از این باشه. زبان فارسی، فرهنگ ایران، کرد فرق نمیکنه، همه به اصطلاح مجموعه فرهنگ ها و زبان هایی که تو مملکت ما هستن ممکنه یک جا نمونن، روی پشت گسترش داشته باشن. کما اینکه در دورهایی از تاریخ ما شاهد هستیم که این زبان و این فرهنگ چتش بر سر هندوستانه، بر سر آسیای میانه است، بر سر بخشهایی از چینه، بخشهایی از آفریقاست، خاور نزدیک، خاور میانه، خلافت عثمانی تا برسه یکی از برجسته‌ترین و بزرگترین پژوهشگران ادبی در کجا بود؟ در بوسنه. اگه میخواید حافظ رو قشنگ ببینید کی تعریف کرده، بیش از همه زحمت کشته در بالاش، دانشمند بوسنوی است. برمیگردیم هم یاد فکر کنید شرایط اتحاد بین گروه های سیاسی ایران در چیه؟ شما معنی کرد چی میگید؟ بالا همین که عرض کردم، ما این مراحل باید عبور کنیم. بعد باید مسئله رقابت است در سیاست. تنها از طریق ایجاد یک سیستم سیاسی ما میتونیم اون رقابت سیاسی از بین ببریم. رقابت سیاسی برای چیه؟ برای کسب قدرت سیاسیه. قدرت سیاسی برای چیه؟ برای کسب قدرت اقتصادیه که بتونن بر جامعه. وقتی قدرت اقتصادی سیاسی به مردم داده بشه، یعنی از طریق یک سیستم سیاسی، خب اون رقابت هم از بین میره. احزاب، تشکیلات، افراد سیاسی میشن مهرهای سیستم. خب نمیشه مال بعد، مال ایران آینده است. خب الان دارم میگم، خب از الان باید شروع کنیم. اون رقابت سیاسی بعد از بین بره. وقتی ما سیستم سیاسی داشته باشیم دیگه ما مشکل جمهوری خواهی و پادشاهی نداریم. مشکل این نداره. مثلا رقابت شما با آقای اعتمادی های مستاقی چیه؟ در چیه؟ رقابت اصلا کرده رو قبول ندارم. مشکل نه آقای مستاقی، آقای اعتمادی. آقای اصلا اعتمادی. با مسئله کرد مشکل دارم. بله. مشکل داری با مسئله کرد ها؟ آقای اعتمادی؟ من متاسفم آقای انصاری اگر به عنوان یک فعال سیاسی کرد هستن، من واقعا از این بابت متاسفم. متاسف از اینکه، نه اینکه بخوام به صلاح چیز کنم، یعنی به بی‌ادبی نسبت به ایشون انجام بدم یا قضاوت بکنم، ولی اطلاعات ایشون خیلی کمه به نظرم در این خصوص. اولا من هیچ جریان سیاسی ایرانی رو نمیشناسم، چه مشروطه خواه، چه چپ، چه غیره، حتی جریان ملی مذهبی. امروز مثلا به اقوام ایرانی به عنوان شهروندان درجه دوم نگاه بکنم، حداقل من به عنوان یکی از اعضای حزب سکولار دموکرات ایرانیان و تمام جریانات سکولار دموکرات ایران، ما یه بحث بسیار مفصلی داشتیم در رابطه با نحوه اداره جامعه. این تو اساسنامه، مرامنامه ما وجود داره که ما معتقد به یک حکومت نامتمرکز هستیم. معتقدیم تمام ایرانی ها صرف نظر از اینکه چه متعلق به چه قوم و مذهب و دسته‌ای باشن، برای در اداره امور مسائل خودشون باید دخالت داشته باشن. من اصلا معتقد نیستم در ایران جریان نجات پرست وجود داره و معتقدم که تمام جریانات سیاسی بسیار بسیار نگاه مهربانانه و صمیمانه با جریانات کرد دارن. ضمن اینکه آقای انصاری باید بدونن، ببینید این جریان دو طرفه است. وقتی حزب دموکرات کردستان همواره در تا همین اواخر یک نگاهی به جنایت از حکومت اسلامی ایران داشته، آقای قاسملو به عنوان زنده یاد آقای قاسملو به عنوان یکی از برجسته ترین شخصیت های کرد جان خودش رو در پای میز مذاکره با نمایندگان رژیم ایران از دست میده، و از سوی دیگر این انتظار هنوز برآورده نشده که احزاب سیاسی قومی و از جمله جریانات کردی به اون اندازه که در این سالها امیدی به مثلا اصلاح طلبان رژیم داشتن به اپوزیسیون نداشتن. به همون اندازه اگر به اپوزیسیون این به حکومت اسلامی روی خوش نشون میدادن، همکاری میکردن، اتحاد میکردن، امروز به نظر من اون جبهه و نیروی وسیع آلترناتیو در برابر این حکومت درست شده بود. من خواهشم از شما، این آقای میبودی چون گفتید وقت کمه، تو برنامه دیگه اجازه بدید من جناب آقای انصاری که خب حتما آقای مصداقی بفرمایید. آقای مصداقی خیلی سریع یه دو دقیقه بیشتر وقت بدید. من که اصولا دارای دیدگاه های نژاد پرستانه نیستم، واقعیت همه این مدیه توضیح رو من فقط اینجا بدم خدمتتون. ببینید من مطلقا فارس نیستم، هرگاه که من رو فارس قلمداد کنن نوعی توهین به خودم میبینم، کما اینکه اگر به خاطر اینکه ببینید من پدرم مادرم اهل نطنزم و بادرود از استان اصفهان، هیچ ربطی به موضوع فارس نداره. که پدر جد من از عراق به ایران اومدن که بخشی از ایران بوده در اون موقع،
مادر من و مادر بزرگ من هم سفید رو هم هم چشمابی هم و هم موبور، که من فکر نمی کنم تو اون مرکز همچی چیزی بوده باشه. این که از کجا اومدن نمی دونم. بنابراین من فقط فارس زبانم، مثل هر امریکایی که انگلیسی زبانه. اطلاق موضوع فارس به هر آن کسی که نه کرده، نه بلوچه، نه ترکه، نه نمیدونم ترکمنه غلطه. با انگیزه های خاصی این قبل مطرح شده و نه بایستی ازش پرهیز کرد. من از تهران میام، تهران بین الملل اقوام ایران است. بیش از تمام اونجایی که ادعای آذربایجان رو دارن ترک داره. با اینها چه خواهید کرد؟ بنابراین این بین الملل اقوام ایرانیه، ما باید این رو متوجه باشیم. بنابراین به نظر من قطعا هموطنان کردمون از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی به طور مضاعف سرکوب شدن، حتی بهای در واقع جای دیگر هم دادن. از روزهای اول مقاومت کردن به خاطر دینشون، مذهبشون، به خاطر زبانشون، به خاطر سکولار بودنشون، به هزار یک دلیل سرکوب شدن و یک موقعی اونجا در واقع محل معوای نیروهای سیاسی ایران بوده، از اونها استقبال کردن، مهمانشون بودن، به همین خاطر دوباره سرکوب شدن. به نظر من از این بابت ما به در واقع جامعه ایران به کردها مدیونیم. یک و بعد هم کردها هم غیر از این نیستن. ببینید ما پایتختمون همدان بوده یا اکباتان، از طرف دیگه بیستون بوده، هنوز که بیستونه. توجه داشته باشید کردها با چه سرودی مقابل جوخه اعدام بایستدن، با سرود ایرانی که اونجا میگه من فرزند مادم و کیخود شد. نمیتونی اینا رو از هم جدا کنی، ریشه تاریخی داره. بنابراین من تصورم اینه که بله، کوچکترین حقی از کردها بهشون داده نشده. به درستی آقای انصاری ها گفتن یه دونه فرموندار شما ندارید، یه دونه استاندار ندارید و در اونجا در هیچ کجا شما ببینید یه دونه طرفی که برداشته بودن در دولت احمدی نژاد معاون اول نخست وزیر بود، یه کرد شیعه ای بود که بزرگترین جنایت رو در حق کردها کرد، اینو گذاشته بودنش. بنابراین من تصور نمی کنم هیچگاه کردها در این حکومت به حقوق خودشون رسیدن یا امکان رسیدن اون هست و من به همین دلیل هیچ آینده ای برای کردها در نظام جمهوری اسلامی. تشکر میکنم، ممنونم. وقت زیادی هم ندادیم، فراموش هم نکنید میانانم که اولین تصویری که از سرکوب بعد از انقلاب در جامعه انتشار یافت، اعدام هموطنان کرد ما در توسط خلخالی بود و اون تصویرهای هولناک و وحشتناکی که جهان رو تکون داد. تشکر میکنم، وقت ما تمام شد متاسفانه، همه تلفن ها روشنه، نمیدونم چی کار باید کرد. بحث رو ادامه میدیم هفته آینده، البته من نیستم و هفته ما بعدش حتما این کار خواهیم کرد با دوستان عزیز. آقای خیلی خوشم بودی، آقای انصاری سپاسگزارم. میدونید ما نژادی به نام پارس نداریم، زبان فارسی داریم ولی نژادی به نام فارس وجود خارجی نداریم. هخامنشی هم در منطقه انشان پدید آمدن، یعنی خوزستان اینجا، اصلا چیزی به نام نژاد زبان فارسی داریم بله، ولی نژاد فارس اصلا وجود نداره. ذهنیت بله، این مردم توالو تو اقیانوس آرام بالای یه جزیره کوچیکه به زبان انگلیسی صحبت میکنن، ولی انگلیسی که نیستن، که زبانشون انگلیسی. تشکر میکنم آقای مصدقی، خیلی لطف کردید. آقای اعتمادی عزیز ممنونم. شما تشکر میکنم و درود بی پایان به هموطنان کرد بود. من که عاشق کردستانم آقا. تشکر میکنم.